35 سال پیش یکی از معاونین رئیس جمهور فرانسه، ژنرال هانری پاریس که الان دیگه رفت، پریوزا ایشون از جان رفت، دوست نازنین بند، من باش مصاحبه کردم، مصاحبه هم هست، 35 سال پیش گفت آقا ایران نه تنها انرژی اتمی باید داشته باشه، بمب اتم هم داشته باشه. من اما تعجب کردم، گفتم ژنرال، اسمش بود ژنرال هانری پاریس، گفتم ژنرال چطور بمب اتم؟ گفت بله، به خاطری که همسایه ایران داره، پاکستان داره، اون داره، اینا فرض امکان داره ایران نابود کنن، ایران حقشه که بمب اتم داشته باشه. 35 سال پیش اینو گفت در کتاب گفتگوهای با تاریخ به زبان پارسی، من اینو چاپ کردم، دارید بخونید. 35 سال پیش کاری کردن که آقا الان برای انرژی اتمی هم نمیتونه. چرا؟ چون اینوش ابله ضد ایرانی، اینا ضد ایرانن، اینایی که در ایران تازیان حاکم، این جنای کوچولوش مونده، این جنا رو از بین ببرید مردم. نیروهای اپوزیسیون، نیروهای اپوزیسیون عزیز، تغییر بدین در درون تشکیلات خودتون. ببینین قوی ترین اپوزیسیونی که وجود داره، من بهشون توصیه میکنم، یه قوی ترین نیروی اپوزیسیونی که الان وجود داره که میتونه کاری بکنه، توصیه میکنم، آقای مهدی ابریشمچی. پاسخوری تشکیلات رو باید به عهده بگیری. همسر شما سالها بوده رئیس جمهور، هیچ کار سازنده‌ای رو نکرده، پیشروی نکرده، پیشروی نگرفتن سرنگونی نظام عمل نشده. شما باید خودت بیای مغزی تشکیلات. وقتی هم میای بایستی، نه شاه نه خمینی نداریم، نه خمینی نه تازیان، پادشاهان ایران رو باید براشون احترام قائل باشید، پادشاهان ایران باید احترام قائل باشید، پادشاهان ایران جز خدمت نکردن، این شعار رو باید عوض کنید. ایران با تمدن هزاران ساله رو بایستی ارج بنهید، یه تحول ایدئولوژیک اینجوری باید وجود بیارید. اسلام رو برای همیشه از سیاست، از دلاتون نه، از ایمانتون و قلبتون تو خونتون نه، از سیاست باید بذارید کنار. یه تحول بزرگ، وحدت کلی، هر کسی سهم خودش رو داشته باشه نسبت به درصدی که داره. الان اکثریت ایران سپاسگزار محمد رضا شاه و رضا شاه هستن. حالا پسر ایشون گفته من نیستم، ولی اندیشه و تفکر شاهی در ایران نمارده که میشه این رژیمی در این مقطع انداخت. اگه از این مقطع بگذره، من امیدوارم 30 خرداد مهدی ابریشمچی بیاد پاشو بذاره تو میدون و یک تحول بزرگ به وجود بیاره، یک تحول بزرگ، وگرنه اینا میرن برای سالیان سال میمیرن. من 40 سال پیش رو به شما عرض کردم، میگفتید فردا میرن، ببیشه آقای مهدی ابریشمچی عزیز من، 40 سال پیش عرض کردم که اینا میمونن اگر اینجا بریم. الانم با این جوانسازی که دارن میکنن و نیمه تنه رژیمشون رو داغون کردن، اگر نخوری یه بوکس بهشون، اگر نرید رادیو تلویزیون رو بگیرید، اگر نرید یه کاری که رو بکنید، اینا ماندگارن، میمونن، تعارف رو در واسی هم نداریم. از جنرال هانری پاریس براتون گفتم. جنرال هانری پاریس دوست ایران بود، ایران رو خیلی دوست داشت، خیلی ایران رو دوست داشت. اسم خانمش، نه اینکه اسم خانمش آریان بود، درود دارم به خانمش، خودش یه ژنرال تحصیل کرده بود که خدمات بزرگی هم به فرانسه کرد، خیلی خدمات بزرگی کرد. از جمله مهدی جان، به مهدی ابریشمچی میخوام بگم، وقتی که بچه ها رو میخواستن در اشرف بکشن، 4000 نفر رو، اینا قبلا نشون دادم دیگه، بهتون نشون نمیدم، تو من با کمک جنرال هانری پاریس که بعد بچه های شما اومده بودن اونجا و دیدن، اومدن از من تشکر کردن، فکر کردن من فرانسوی هستم. اومدن اونجا و کاری کردیم که 4000 تا که اینا میخواستن بکشن در کمپ اشرف، همون موقعی که صدام رو کشتن، ما جلوگیری کردیم در یک جلسه. جلسه دوم رو تشکیل دادیم که اینا رو از اونجا خارج کنیم. تو جلسه دومی که تشکیل دادیم، دکتر صالح رجوی و هوشنگ رجوی هم تشریف داشتن. سرمیز با هم نشسته بودیم با جنرال هانری پاریس و معاون رئیس جمهور فرانسه و وزارت کشور و فلان اینا. من گفتم که از اول گفتم اینها چون پناهنده سیاسی هستن، چون مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن، شما نباید بزنین اینا رو بکشن. پیشگیری کردیم ما. و بعد با ارتباطاتی که در داخل کشور داشتیم توسط انسان‌های با نفوذ که قبلا گفتم اینجا دیگه مطرحش نمی‌کنم، با اینکه برادر خود مهدی ابریشمچی در اونجا کشته شده بود،
من گفتم این برادر ایشون رو کشته، اینا جمهوری اسلامی کشته، کار بسیار بدی کرده و این کینه رو چه کرده چه کرده عمدن. یکی بعد برادری که رهبر رو میزنن، چون وقتی مبارزه مسلحانه 30 خرداد 60 شروع شد به خانه آقای مهدی ابرشمچی حمله کردن، به خانه ایشون حمله کردن، پدر مادرش اینا رو، و بعد مبارزه مسلحانه شروع شد. خدا شما برادر یارو میدون هدف معلوم بود، هدف من زده بودن، جای تاسف بود، بقیه هم همونطور. ولی به هر حال هماهنگی شد که اینا رو نکشن و خب خوشبختانه خارج شدن از اینجا. حالا بعد سالها، البته سالها طول کشید، ولی ژنرال هانری پاریس این خدمت بزرگ رو کرد، اون جلسه رو گذاشت. یعنی من از ژنرال هانری پاریس خواستم، خواهش کردم، چون من خودم عضو هیئت مرکزی اون کلوبی هستم که ژنرال رئیسش بود، من خودم عضو هیئت امنام سالیان سال بودم و هستم، و مثل جایی که جایزه دادیم به استاد گلپا و دیگران، من خودم چون عضو کادر مرکزی هیئت امنا هستم، وقتی که هر چی رو خواستم درستیم عملی کردیم. حالا من پروانه میخوام از شما که پریشب من به یاد ژنرال هانری پاریس رفیقم که از دست دادم، مرد بزرگی بود، نویسندم بود، تاریخدان بود، یک 4 خط به فرانسوی براش شعر گفتم، اینو خواهم برای شما بخونم امروز. جوان امی لا فرانس اوه ان سولدا، من یه دوستی داشتم و فرانسه یه سرباز. جوان جنرال et le monde humanisme socialisme et histoire la plume et la pensée et la conscience avaient un militant infatigable و جهان، چه جهانی؟ جهان انسانیت، جهان برابری، جهان تاریخ، جهان قلم، جهان اندیشه، جهان آگاهی، یک مبارز خستگی ناپذیر داشت. توجور پریزان دان لشان دی بطای انتلیکتویل جسک سن درنیر سوفل، همیشه در میدانهای نبرد اندیشه و دموکراسی حاضر بود و تا آخرین نفس نیز حاضر بود. میبینید روزهای آخر عمرش در بیمارستان را رفتم دیدنش، داشت آخرین کتابش رو مینوشت. Nous avons beaucoup appris de vous pendant toutes ces années. Et je vois que vous êtes en train d'écrire un autre livre. C'est quoi, mon général, votre dernier livre? Un roman qui prend comme arrière-scène l'expédition du Mexique, la guerre de 70-71 et la Commune. Excellent. Combien de pages? Je ne sais pas encore parce que je suis en train d'écrire. Il est parti. Henri Paris. Adieu mon ami. Adieu mon général. Il y a mardi. سال هاست، 40 سال، بدون ریا، بدون خود نشون دادن، برای مملکت داره خدمت میکنه. این هم از پیامبران خیردی، بدون که خود چه نشون بده، بدون که خودش لانسه بکنه، هدفش روشنگری. یک مدیر خیلی خوب، یک دبیر کل خیلی خوب، مهندس شجره، رفیق عزیز من، با افتخار تو هر برنامه اسمش میارم و با افتخار ازش سپاسگزاری میکنم، به خاطر تحولی که در اندیشه عنصر ایرانی به وجود آورده تا این سال. میبوسمش، مهندس امیر شجریار، برای خودش، خانوادش، فرزندان افتخار آفرینش تندرستی آرزو میکنم، و برای همه شما عزیزانم، مردم ایران، آزادی، رفاه، آگاهی و سربلندی. پیروزی نزدیک است، نیمو زدن، نیم دیگر تو بزن عزیزم. قربونت.
سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است.